زندگان بودند با هم، زندگی هم نیز بود. زندگی یک رود سیال دمادم، در فلاتی روی هم آباد و خرم، مردمانی غالبا همدرد و همدم. حالیا زندگان هستند با هم، زندگان هستند با هم، با هم و همواره بی هم. زندگی زاینده رودی، سرنوشتش تار و مبهم، رود پر آبی که خالی می شود از آب کم کم. عجیبه، امروز زاینده رود شده مساق زندگی. زندگان هستند اما امان از زندگی که غایبه، و روز به روز قدرت زندگی در میان زندگان داره کم و اندک میشه. همیان ارجمندم آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه. سیمانه، از مراحم شما سپاسگزارم. بار گذشته گفتگویی داشتیم با کی؟ با آقای عباس شیر محمدی درباره اوضاع آمریکا، بالا رفتن ضریب امنیتی در این کشور بعد از وقایع تروریستی. اما با همه اینکه داعش خب دست به عملیاتی زده که برخی از مردم در آمریکا رو نگران کرده، مزارک نگاه میکردم در فهرستی که گالوب منتشر کرده بود درباره مسائل و مشکلات و بحرانهایی که مورد نظر مردم در آمریکا، دیدم که این مسائل امنیتی، مسائل تروریستی مربوط به داعش تقریبا در اواسط جدول قرار داره. هنوز عمده ترین و مهمترین مشکل در آمریکا اقتصاد، نارضایی از دولت، جالب شماره دو نارضایی از دولت و کاهش محبوبیت پرزیدنت اوباما در آمریکا که اثر گذاشته، قطعا اثر میگذاره روی انتخابات میان دوره‌ای در این مملکت. خب آقای شیر محمدی، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان عزیز و شنوندگان شما، روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. اگه به خاطرتون باشه، بار گذشته رسیدیم به انتخابات آینده در آمریکا، هیلری کلینتون، آقای جب بوش، که شما گفتید جب بوش داره به تدریج وارد میدان میشه. جب بوش برادر جورج بوش عمیانان و فرماندار کالیفرنیا بود و خب کارنامه‌ای که در کالیفرنیا داشته درخشانه، کارنامه فرمانداری جب بوش. حالا سوال اینه که اگر جب بوش وارد میدان بشه، میتونه بخت و شانس خانم هیلری کلینتون که این همه محبوبیت داره کاهش بده؟ آشیر محمدی، آره یا نه؟ بله، دو قطب مختلف بسیار قوی. یعنی واقعا اگر جب بوش تصمیم بگیره که الان شروع کرده یک سری به قول معروف اکسپلوراتوری کمپینش رو شروع کرده، اون تجسس اولیه رو که ببینه چه کار باید بکنن، اینا شروع میکنن با اکسپلوراتوری کمپین و بعد یک دفعه اعلام میکنن که کمپین رو رسمیت قرار دادن. بسیار قوی هست، بسیار پشتوانه مالی خیلی قوی داره، از نظر سیاسی هم قوی هستش، برای اینکه خب طبیعتا پدرش و برادرش هر دو پرزیدنت بودن و میتونه رأی خیلی زیادی بیاره، با توجه به اینکه همسرش اسپانیش هست، مال یعنی اصلا مال آمریکای جنوبی هست و خیلی خوب اسپانیش صحبت میکنه خودش. به جبوش اسپانیش بلده؟ او جالبه، جالبه. جبوش بسیار اسپانیش قشنگ صحبت میکنه، همسرش اسپانیش هست، بچه هاش اسپانیش خیلی قشنگ صحبت میکنن و خب طبیعتا از این نظر هم میتونه یه مقدار رأی اسپانیش ها رو بگیره. به این الله. خب برای ورود اقلا به ایشون به 1 میلیارد دلار پول احتیاج داره نیست؟ برای ورود به صحنه مبارزات انتخاب. کمپین قبلی یه چیزی نزدیک 600 میلیون دلار، 700 میلیون دلار بود. البته میدونید که شما وقتی که کاندیداها از طرف حزب رسما اعلام میشن، یعنی رقابت هست تا زمانی که میرن توی کانونشن. خب. ریپابلیکن کانونشن یا دموکراتیک کانونشن. توی کانونشن نماینده های اون حزب رأی میدن که ما میخوایم رئیس جمهورمون کی باشه. و رأی که مثلا 3 تا 4 تا 5 تا کاندیدا هست، کسی که رأی بیشتری رو میاره ایشون میشه نماینده رسمی حزب برای کاندیدای رئیس جمهوری. لحظه که اعلام میشه، فدرال گورنمنت یعنی دولت آمریکا تمام مخارجی رو که ایشون تا حالا پول داده همون رو مچ میکنه. یعنی اگر مثلا
400 میلیون 300 میلیون مثلا خانم هیلری کلینتون تا اون موقع خرج کرد، ایمیدیتلی دولت آمریکا بهشون همون مقدار پول میده. پول. و خب طبیعتاً دو برابر میشه خرج چیزشون، درآمدشون، ولی با همزمان خرجشون هم میره بالا. برای اینکه اون شما در نظر داشته باشید این آگهی های تلویزیونی بیشترین خرج کاندیداها هست. درست. بخش از بودجه رو میبره. صحبت یک دلار دو دلار نیست، اینا صحبت میلیون ها دلار هستش. و نه تنها آگهی، استراتژی که این آگهی رو در چه ایالتی پخش بکنن، در کجا پخش بکنن و چه زمانی پخش بکنن. یکی دو تا از ایالات آمریکا اصلا کاندیداها شاید روزی یه دفعه یا دو دفعه بیشتر آگهیشون رو پخش نکنن، ولی جاهای استیتای مثل مثلا پنسیلوانیا که بسیار استیت حساسی هست، همیشه هم بوده، یعنی تقریبا میتونه 45 55 باشه یا 51 49 باشه، اینا شما هر کانال تلویزیونی یا رادیویی که برید هر دقیقه یکی یا دو تا آگهی داره پخش میشه راجع به اون. خب اینا خرج هزینه داره، پخش آگهی بسیار بالاست. کاملا درسته. اون وقت جبوش، اولا هر چقدر که وضعیت امنیتی در دنیا بدتر بشه و وخیمتر بشه، شانس جمهوری خواه بیشتر، چون آمریکایی ها در نظرخواهی، نظرسنجی، حتی دموکرات های بسیاری از دموکرات ها معتقدند که موفقیت جمهوری خواه در مبارزه با ترور و در تأمین امنیت بیشتر بوده. خب هر چقدر که ضریب خطر بالاتر بره، خب طبیعتاً به سود جمهوری خواه. از همه مهمتر این که الان جمهوری خواه از طیف های مختلف، جناح چپ و راست و میانه، همه حامی جب بوشن. اگه جب بوش بیاد از او حمایت میکنن و این میتونه موقعیت هیلری رو به خطر بندازه. دقیقا. اون وقت خود جب بوش از نظر مالی فرمودید وضعش خیلی خوبه نیست؟ با جب بوش اینطوری بهتون بگم هیچ مشکل مالی نخواهد داشت در این انتخابات. هیلری هم نخواهد داشت. هیلری الان شما باور کنید حتی یک کمپینی براش شروع شده. آها. این که دوستداران انتخاب هیلری، دوستداران کاندیدا کردن هیلری، اینا الان نزدیک 200 هزار دلار تازه جمع کردن. جالبه. هیلری هم هیچ مشکلی نخواهد داشت. اینا هم مخصوصا توی هالیوود و توی گروه سینما و موزیک اندستری، اینا بی نهایت دوستای ثروتمندی دارن. من شاید تو این کمپین هیلری نزدیک 20-25 فاندیزینگ خیلی گرون، واقعا فاندیزینگ هایی که هر کنونش از 10,000 دلار تا 50,000 دلار هر نفری شروع می شد، یا منزل اسپیلبرگ بود یا منزل پرزیدنت یونیورسال استودیو بود توی ماساچوست، یا تو خود منزل مثلا ماجیک جانسون بود، باربرا استرایسن بود، اینا دوستای شخصی کلینتون هستن و در هر لحظه اگه 10 دفعه بگه برای من فاندیزینگ بذار میذارن. احتیاجی به اینقدر نزدیک هستن با کلینتون. اینه که در کمپین آینده پیشبینی من شخصا این هستش که اصلا مسئله مالی پرابلمی نخواهد. برای جب بوش، اگه خود جورج بوش پسر و پدر هم دو وارد عمل بشن، فکر میکنید که بتونن مثلا نزدیک به 1 میلیارد جمع آوری کنن؟ نیست؟ راحت، خیلی راحت. اصلا احتیاجی به اونا هم نیست، باور کنید احتیاجی به اونا هم نیست. اونها مسلما شرکت خواهند کرد، مسلما مستقیما درگیر خواهند بود تو کمپین، ولی خود اسم جب بوش یا خود اسم بوش، فقط من اینطوری به شما بگم، ممکنه یه فاندیزین بذارن که فقط باربارا بوش بیاد و من میتونم به شما راحت اطمینان بدم که تو اون فاندیزین کمتر از 1-2 میلیون دلار نخواهد بود که اینا پول جمع میکنن، فقط با بودن باربارا بوش یا با بودن پدر باشه. خیلی بیشتر پدر و پسر با هم باشن، براشون هیچ مسئله ای نیست که هر تیکتی را 10-15 هزار دلار بفروشن و میرن و خیلی هستن که میرن. خاطرات یکی از کارمندان سیکوریتی سرویس رو میخوندم در دوره آقای جیمی کارتر،
که میگه این آدم اصلا هیچ وقت از من نمیپرسید حال احوالت چطوره، مثلا چه کار میکنی. ولی در دوره بوش بالعکس بود، بوش از تک تک کارمندان کاخ سفید یا افرادی که حالا در اطرافش بودن احوال پرسی میکرده و خانمت چطوره، چه کار میکنی، مثلا پسرت که مریض بود چه کار میکنه، گذاشتیش مدرسه. واقعا اینقدر بوش مردمدار بود، چون قضاوت های متضادی درباره بوش شد. نه خیلی بوش پسر تصادفا. بله بوش ببینید خودش از من این که میگم واقعا این چیز قلبی خودم هست که میگم، این نظر شخصی خودم هست که میگم. شما فیلم های کابایی رو دیدید، همه من دیدیم. من تنها تعریف خیلی خیلی راحتی که میتونم از بوش پسر بکنم ایشون یه کابایی بود، یه کابایی یعنی دروغ نمیگفت، خیلی راحت بود، خیلی آمی، واقعا آمی بود. البته ببینید توی محیطی که در پابلیک رئیس جمهور آمریکا وارد میشه، بله. ولی تو من یه تو مجلسی بودم که با چاک نوریس، همون هنرپیشه و قهرمان مارشال آرت، اونجا ایستاده بود و پرزیدنت بوش شلوارش رو زد بالا یه مقداری، گفت چاک لیکت مربوط، گفت چک های من رو ببین که مهر رئیس جمهوری روش خورده. مثلا ببینید این کار من مطمئن هم هیچ وقت روزورت نمی کرده، تورمن نمی کرده، رگان نمی کرده. ولی این بوش خیلی آدم راحتی بود، آدم مردمدار بود. مردمدارم بود ها؟ مردمدار هیچ کدومشون مثل کلینتون نیستن و نخواهند بود، ولی آدم خیلی راحتی بود، صحبت می کرد با همه، می گفت، حرف می زد، صحبت می کرد. اگر مثلا به عنوان مثال من به شما می گفتم، من یه شخصی رو با خودم می بردم توی یکی از این برنامه ها، حتی داشت با من کمک میکرد یا چیز بود باشون صحبت میکرد، میدوش مثلا عباس عذیتت نمی کنه، یعنی شوخی میکرد. به اسم منو میشناختن اینا اکثرا، چون ما زیاد باشون کار میکردیم و این پروتکل خودشون هم بود که نشون بدن که راحتن با طرف. آها، هیچ هم با شما صحبتی کرده خود جورج بوش؟ بله صحبت میکردیم با من. با من حالا خوب رد جمع میبودی یه پرسنالیتی که دارم، من هیچ وقت مگر اینکه من مثلا جلسه کاملا رسمی باشه و چیز باشه، ولی در حالتهایی که من با اینا مسافرت میکردم، میرفتم میمدم باشون بودم، من صحبت میکنم با همشون، کانورسیشن داریم، صحبت میکنم در حدی که ببینید در حدی که باید صحبت بکنم. متوجه. خیلی هاشون راجع به ایران از من میپرسیدن، سوال میکردن، نظرمو میپرسیدن. خیلی ها راجع به مشکلات، مثلا یکی دو بار مشکلات ایرانی ها اینجا از من سوال کردن و کلینتون خیلی خیلی واقعا به ایران علاقه داره. کلینتون دلیلش هم هستش که تاریخ رو خیلی خوب میدونه. کلینتون واقعا تاریخ رو میدونه و کاملا تخت جمشید رو میشناسه. به حضورتون عرض کنم که حالت جغرافیایی ایران رو خیلی خوب میشناسه و میشن اینا به صحبت میکنم. یعنی علاقش به ایران بر پایه مطالعاتی که داشته ها؟ علاقش به ایران مطالعات و دوستای خیلی ایرانی زیادی هم داشته. دوستای ایرانی مثلا توی برنامه هاش دوستای ایرانی خیلی زیادی داشته. داگ که دستیار و رئیس دفتر کلینتون بود، برای الان میتونم بگم 15-20 سال، خانمش لیلا ایرانی هستش، از دیزاینرهای معروف لباس بوده در فرانسه. آها. و ازدواج کردن با هم. دو سه تا از دوستای دیگه مون سارا که شوهرش الان فینانس دایرکتور دموکراتیک گاورنرز اسوسییشن هست، ایشون سارا خانمش ایرانی هست. کلینتون اطرافش ایرانی خیلی زیاد، خیلی زیاد. هم خودش هم خانمش خانم هیلری کلینتون، خانم هیلری کلینتون هم که دستیارش ایرانیه دیگه، نیست؟ والا هما به احتمال، یعنی هیچ وقت رسما اعلام نکردن، ولی پدرش ایرانی بوده. پدر هما عابدی. هما عابدی بله. خیلی راجبش ایرانی صحبت نمیکنه، چون پدرش در کوچیکی از دست داده، اینا اصلا صحبت نمیکنه. صحبت جالبه که تو اونجا که من شنیدم ایشون یه نامه می‌نویسه، این هما خانم، که من میخوام برای شما کارآموزی بکنم و بلافاصله خانم هیلری کلینتون قبول میکنه و او الان چیزی حدود 10 سال از محارم
خانم هیلری کلینتون حسابیا توما آبدی ها درسته؟ ده سال از اصلا بیشتر بودم میبودی. الان توما آبدی ایشون زمانی که دفعه دوم بود برای دوره کلینتون نزدیک الان 16 سال هستش که 16 ساله واقعا میتونم بگم 24 سال تلیه که جدی میگم و هیچ چیزی بدون دخالت مستقیم هما به هلری نمیرسه. جالبه. هیچ ایمیلی، هیچ نامهی، هیچ بازدیدی، هیچ ملاقاتی، یعنی خیلی جالبه. من این که از یه سری عکس برش گرفتم تموم موقع کمپین که توی ووگ چاپ کردن، یه رپورت در مورد هما توی ووگ چاپ شد موقعی که هلری داشت ران میکرد برای رئیس جمهوری، 20 از عکسای من اونجا تو چاپ شد و یکی از عکسا توی دستای هما 5 تا آیفون و دیوایس هست که داره تکس میکنه، یعنی 5 تا رو با تو دستش نگه داشت، 5 تا تلفن، 5 تا تلفن و از این دیوایس های کامیونیکیشن. عجب. توی تصویرهایی که سفرهای خارجی خانم کلینتون میره هما رو میبینید ایستاده، اغلب هم یه دفتری پرونده چیزی دستشه مراقب خانم هیلری کلینتونه و مدیر تمام برنامه هاشه. جالبه، خیلی جالب. میگم آقای شیر محمدی، در بین این رؤسای جمهور زنده آمریکا هنوز تنها کسی که اگر بره پشت سر یه سیاستمدار بایسته شانس اون سیاستمدار میبره بالا بیل کلینتونه نیست؟ دقیقا. محبوبیت بیل کلینتون من فکر کنم روزانه داره تو آمریکا اضافه میشه. شما در نظر داشته باشید با تمام مخالفت های سیاسی اجتماعی که با ایشون شد، با تمام وضعیتی که کنگره، ببینید تقریبا از رئیس جمهوری انداختنش، یعنی کشیده شد به سوپریم کورت، و اگر این مسئله تونست ایشون به قول معروف ازش در بره و ضربه بهش نخوره، این روز به روز محبوبیت کلینتون رو بیشتر کرد. برای اینکه واقعا شما وقتی نگاه بکنید آمریکا در زمان کلینتون بسیار موقعیت خوبی داشت، یعنی تمام کشورها دلشون میخواست رابطه با آمریکا برقرار کنن، تمام مردم میخواستن یه جوری خودشون به آمریکا برسونن، اقتصاد خوب بود، بیزنس خوب بود و اون دلهوره جنگ و درگیری با کشورهای دیگه اصلا وجود نداشت، یه حالت دوستی داشت به وجود میمد و به خاطر همین مسئله تاریخ در مورد کلینتون بسیار بسیار روشن یاد خواهد کرد. الان دیدم که اخیراً نشریه فوربس یه جلسه داشت با مدیران اقتصاد مملکت، لوینسکی رو هم دعوت کرده بود، خانم لوینسکی، مونیکا لوینسکی. مونیکا لوینسکی سخنرانی کرد تو اون جلسه برای مدیران اقتصاد و تجارت مملکت به دعوت نشریه فوربس، گفت من عاشق شدم، عاشق رئیسم شدم، ولی یه مشکل بزرگ داشتم، رئیس من رئیسی مملکت هم بود. دقیقا. ببینید واقعا من مثلا چندین باری که با ریگان بودم همه می گفتن که ریگان یک شخصیتی داره که آدم رو جذب میکنه و واقعا داشت. شخصیت همون تلویزیونش، موویاش هم شما نگاه کنید، واقعا یک شخصیت جذابی داشت، خیلی قد بلند بود، خیلی محکم بود، بسیار محکم بود، خیلی قشنگ راه میرفت، حرف میزد، نگاه میکرد و خب ببینید اینا تمام چیزهایی هستش که موثر هستش. درست. شما اگر یک گوینده تلویزیونی رو بیارید اونجا در استودیو تلویزیونی و طرف نروس باشه، نگران باشه، سرش رو بنزه پایین، به دوربین نگاه نکنه، حرفاش محکم نزنه، خب طبیعتاً جای اون جلوی دوربین تلویزیون نیست. همینا شما منتقل بکنید به کاخ سفید، یه رهبری بزرگترین کشور دنیا باید اون کاراکتر رو داشته باشه، باید بتونه قشنگ حرف بزنه، رفتار بکنه، چیز بکنه اینا. و به خاطر این مسئله ریگان واقعا بشه داشت، کابینش هم کسایی که اطرافش بودن، ادنیس دادستان کل آمریکا، هاوارد بیکر، همین جورج بوش که معاونش بود، بسیار کابینه محکمی داشت.
اون بیکر که رئیس چیز وزیر خزانه داری بود، اینا تقریبا بهترین ها رو انتخاب کرده بودن. کلینتون تمام این خصوصیت رو داره، با اینکه دوست داشتنی هستش، فرندلی هستش. شما اگر وارد مکالمه با کلینتون بشید، شما نیستید که، ایشون نیست که مکالمه رو تموم میکنه، شما همیشه دارید ادامه میدید و ایشون داره با شما ادامه پیدا میکنه تا اینکه سیکت سرویس بیاد تموم کنه یا به سفرش بیاد تموم بکنه. خب این ایجاد محبوبیت میکنه توی مردم. درست. این خانم مونیکا رویسکی که میگه درست میگه، واقعا در مقطع زمانی بود که شاید یکی از محبوب ترین چهره ها داشت توی سیاست بود، با اینکه پروتکل هستش که انترنا اجازه ندارن مستقیما، حتی فقط پروتکل هست که مستقیما نگاه نکنید تو چشماشون خیلی زیاد، و اگر کاری چیزی هم دارید کارتون رو فوری انجام بدید و از اون محیط برید بیرون. اینا پروتکل رسمی کاخ سفید هستش، دلیل نداره مثلا شما اگه اومده یه پوشه رو بذاره اونجا یا اومده در مورد یه چیزی سوال بکنه امضای بگیره بعد اونجا وایسه، نه، کارشو انجام میده فوری باید بره بیرون. و من بارها گفتم این من مسئله با اینکه خیلی تصور میکنن که این از طریق ریپابلیکن ها بود، ریپابلیکن ها واقعا هیچ نقشی در این جریان مونیکا لوینسکی و کلینتون نداشتن، این مسئله از طرف کمپانی های دخانیات آمریکا بود، پرورشش دادن و قشنگ این مسئله رو اجرا کردن. ولی چیزی که برای حتی خود من خیلی عجیب هست، رفتن در اوال آفیس در اون اتاق بیزی کاخ سفید، شما راحت نمیتونید وارد اونجا بشید بدون اینکه کسی شما رو نبینه. ببینم، از اونجا که وارد میشید کاخ سفید تا برسید به تالار بیزوی یا بیزی شکل کاخ سفید، سه تا ایستگاه بازرسی مگه وجود نداره؟ این چجوری رد میشده از این سه ایستگاه؟ شما اول که وارد اون وست کوریدور میشید، اول اون به قول معروف سرباز یا مورین در بازی شما باز میکنه، این به معنی که وارد شدید یه میفت باید رجستر بکنید، اسمتون رو بنویسید. یه ذره میرید جلوتر دفتر سوشال آفیس هست، اونجا باید رجستر بنویسید. وارد پرزیدنشال کوریدور یا منطقه رئیس جمهور که میخواد بشید، دفتر چیف آف استاف هست، اونجا باید باز رجستر بکنید. یعنی در طول یک 50-60 متر سه دفعه شما رو چک میکنن، و وارد خود دفتر اوال آفیس که خواستید بشید، اون دفتر تنها راهش از طریق دفتر سکرتری هست، دفتر اون سکرتراشون هست. البته در پشت داره که از اون در پشت هست همیشه بسته هست و اونجا گارده، ولی مسلمن ببینید مسلمن بله ایشون میرفته میمره و یه تعدادی هم میدیدن، ولی باز پروتکل هست، شما اونجا تو کاخ سفید هیچی نمیبینید. اگر کارمند هستید اونجا شما به قول معروف کر و کور فقط کارهای قانونی خودتون رو دارید انجام میدید. آشیر محمدی، بعض این ماجرا شنیدم که نظامنامه کاخ سفید کاملا به هم ریخته دیگه، مثل سابق نیست که مثلا یک کارآموز بتونه به خط رئیس جمهور نزدیک بشه یا حتی از اون مسیر. اصلا اینا کاملا اصلا عوض کردن، و کسی هم که عوض کرد چیف آف استاف وایت هاوس بود، پروتکل گذاشتن و بیلدینگ جدیدی که اینا درست کردن که بهش میگن نیو وایت هاوس آفیس، به انگلیسیش هست اولد اگزیکیتیو آفیس، اونی که قبلا دفتر رسمی کاخ سفید بوده قدیمی، و الان ما یه بیلدینگ دیگه داریم به نام نیو اگزیکیتیو آفیس که اصلا روبروی کاخ سفید تو اون طرف خیابون. 90% اینترنا رو اصلا گذاشتن توی اون قسمت، و تنها کسایی که واقعا الان مستقیما رفت اومد دارن یا تماس دارن با خود رئیس جمهور چیز هست، فقط کارمندان روزانش هستن و اونایی که قشنگ اسکرین شدن. اینا خب ببینم، مثلا برای خود شماها یا گروه خبرنگاران اینها باز محدودیت های پدید آمده یا نه مثل سابقه؟ ببینید محدودیت برای خبرنگارا و عکاسا، من شخصا چون وابسته به هیچ خبرنگاری و عضو هیچ نشریه یا سازمانی نیستم، من تقریبا بیشتر آزادی دارم، برای اینکه من کاری که من میکنم کار خودشون هست. مثلا زمانی که عکسی میخوان مثلا برای پشت جلد فلان یا عکسی میخوان برای
عکسایی که مردم اینو دست میدن، چون اونجا اصلا پرس نیست، اجازه نداره بیان، عکسایی که تک تک مردم باشون دست میدن، حالا من چند تا نمونه از اونا رو بعدا براتون میفرستم، اینا پشت صحنه است. خب طبیعتا یه مقداری دست بال ما بازتر هست، ولی برای پرس خیلی، مخصوصا زمان اوباما، و یکی از شکایاتی که پرس آمریکا از اوباما دارن همینه، بسیار محدود کردن و اکسس اوباما، یعنی دسترسی به پرزیدنت خیلی کمتر شده در زمان اوباما به پرس. عجب کمتر شده. بله. آقای شیر محمدی، این عکسایی که مثلا از شما چاپ میشه در ووگ، نشریه خیلی معروف مد، و خب دستمزد شما رو کاخ سفید میده یا نشریه که این عکس ها رو چاپ کرده؟ نه ببینید، من اگر من عکس من خیلی کم چاپ میشه توی روزنامه ها. خب. یک، خودم مایل نیستم. دو، بیشتر عکسایی که من میگیرم احتیاج به چاپ نیست، عکس های شخصی هستش. خب. ولی گاهی وقتا مثلا همین عکس هایی که برای مال هما بود، ایشون به من زنگ زد گفت من دارن یه رپورت برای من چاپ میکنم توی ووگ، من فقط فوتو کردیت گرفتم ولی چارجشون نکردم به خاطر هما. آه متوجه شدم، پس اینجوری بوده. ولی مثلا عکس قسم خوردن، پانورامای قسم خوردن شما را که من هر سال میگیرم، چهار سالی دفعه میگیرم، دقیقاً اونا باید پول بدن، درش باید چارجشون بکنیم. یعنی عکسایی که هر در موقع قسم خوردن رئیس جمهور؟ بله بله. موقع پانورامای رسمی که من میگیرم، هر مجله که بخواد باید برای چاپش پرداخت بکنه. خب این عکسایی که میگیرید، عکس چه تعداد آدم رو وقتی یک پانورامیک میگیرید توی تصویر دیده میشن؟ پانورامایی که من از زمان ریگان گرفتم تا حالا که جامم مشخص هست، اون توی اون جایگاهی که درست میکنن جای من مشخص هست، چون دوربین تقریبا 360 درجه میچرخه و تمام کاپیتال و جمعیت نشون میده. توی بزرگترینش توی انتخابات، یعنی توی قسم خوردن اوباما اول بود که یه چیزی نزدیک 80,000 نفر توی عکس هستن، و شما واقعا اگر این عکس بزرگ بشه و با زرادین میتونید تقریبا 40-50% صورت ها رو به بازه ببینید. خب گفتگوی خیلی جالبی بود همینانم با آقای عباس شیر محمد عزیز، هنرمند عکاس، عکاس سیاسی که خاطرات فوق‌العاده‌ای داره و با کوچه پس کوچه های پایتخت آمریکا آشنایی کامل، مثلا با بسیاری از شخصیت ها، قانونگذار ها، رجال سیاسی و شخصیت های برجسته کاخ سفید. ممنونم آقای شیر محمدی، لطف کردید. تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر، موافقید؟ ممنون از شما و وقتی که در اختیار من گذاشتید، و من باز هم سلام و درود میگم به تمام شنوندگان و دوستان عزیز در هر جای دنیا. ببخشید، از موقعی که این برنامه شما داره پخش میشه، خود شما چه بازتابی، چه چیزهایی در واکنش هایی دیدید از سوی دوستان، آشنایان، هموطنان، ایران؟ والا تو ایران که خیلی از دوستان علاقه، یعنی خوشحال هستن، ولی من واقعا جناب میبودی یک بار دیگه من اینو به خدمت رو عرض کردم، شاید دو دلیل داشته باشه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یکی شخصیت و دانش شما به فرهنگ، به علم و به واقعا چیزهای خوبی که هنوز یه ذرهش تو دنیا هست و دارید راجبش صحبت میکنید خود شما هستید، و دوم این که من دوست دارم اگر ما با هم صحبتی میکنیم، حرفی میزنیم، این مشوق حتی یک نفر، یک جوان ایرانی باشه، برای من کافی هست، فقط یک نفر که بدونم هیچ زمانی به خاطر ملیتشون، به خاطر زبانشون، به خاطر رنگ پوستشون، به خاطر مشکلات اجتماعیشون، اینها احساس نکنن که باید عقب بمونن. نه، همیشه در هر حالتی اگر از خودتون فعالیت نشون بدید، اگر به کارتون ایمان داشته باشید و احترام بذارید به کارتون، همیشه جلو هستید. و من واقعا دلم میخواد که جوانای ایرانی، چه در ایران چه در اینجا، بدونن که در همیشه به روشون در هر کجای دنیا باز هستش. هیچ زمانی به خاطر که یا ایرانی هستن یا تو اون منطقه
مشکلاتی هست یا بعد میان اینجا مشکلات مالی هست، اینا نگذاره که از ترقیشون و از جلو رفتنشون جلوگیری بکنن. در بزنید، اگه در بازن کردن در بشکنید بیرید تو. کاری که عباس شیر محمدی کرده. تشکر میکنم، خدافظی میکنم با هموطنان عزیز ارجمندم. وقت ما به پایان رسید. امیر جان، امیر درخشان، تشکر میکنم از اون.